اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین. قال الله تبارک و تعالی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. بحث ما در این جلسه نورانی در رابطه با تفسیر سوره مبارکه یاسین بود. عرض شد 18 آیه از سوره یاسین اختصاص به داستان انطاکیه دارد، داستان سه تا پیغمبری که اول دو تاشون، بعد یکی از اونها به تعبیر قرآن کریم آمدن برای اینکه مردم این منطقه رو موحد کنند، به سوی خدا دعوت کنند. البته تو قرآن نیامده که اون شهر انطاکیه بوده. قرآن می‌فرماید وضرب لهم مثلا اصحاب القريه اذ جاءها المرسلون. پیغمبر قصه اون منطقه، اون قریه، اون در واقع شهری رو که مرسلون و پرستاده های ما اومدن برای مردم بگو. اذ ارسلنا الیهم اثنین، ما اول دو تا پیغمبر فرستادیم. البته اینها پیغمبر تبلیغی بودن، فرستاده های حضرت عیسی بودن. فرستادیم فکذبوهما، مردم اینا رو تکذیب کردن، حرف اینا رو گوش ندادن. فعززنا به ثالث، ما پشتوانه اون دوتا پیغمبر سومی فرستادیم. فقالوا انا الیکم مرسلون، اینها به مردم میگفتن ما فرستاده خداییم، ما مأموریت داریم شما رو به توحید دعوت کنیم. ولی مردم اون منطقه اینها رو تکذیب کردن، گفتن شما شومید، تطیر نابکم، گفتن شما یه بشری مثل ما هستید، کی گفته شما پیغمبر باشید؟ گفتن اگر از این حرفاتون دستور ندارید شما رو سنگباران میکنیم. یعنی چهار تا در واقع مخالفت، چهار جور مخالفت، هم تکذیب کردن، هم شایعه پراکنی کردن، گفتن انا تطیر نابکم، شما بدقدمید، هم اینها رو بشر خواندن مثل خودشون، گفتن شما بهتون وحی نمیشه، کی گفته وحی میشه، و هم تهدید کردن لنرجمن نکم وليمسن نکم منا عذاب علیم. اینا مطالبی بود که من درس کردم. امشب این آیه رو میخوایم معنا کنیم، آیه بیستم. و جاء من اقصى المدینة رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین. خوب دقت کنید، وقتی این سه تا پیغمبر اومدن تو این منطقه، مردم حرفشون رو گوش نکردن، مسخرهشون کردن، تکذیبشون کردن، تهدیدشون کردن. یه نفر، حالا تو قرآن نمیگه کی بوده، میگه رجلون، یه آدمی، ولی تو روایات داریم شخصی بوده به نام حبیب نجار. یه نفر، اونم خونش دور بود از اینجا، من اقصى المدینه، از یه منطقه دور شهر بلند شد، با سرعت خودشو رسوند، دفاع کرد از این سه تا پیغمبر. و جاء من اقصى المدینه رجل یسعى. من از همین آیه میخوام سه تا نکته استفاده کنم. یک، در دفاع از حق منطقه و جغرافیا مهم نیست. و جاء من اقصى المدینه، این بنده خدا نزدیک این پیغمبران نبود، جاش، محلش دور از اینا بود، ولی بلند شد اومد، دید حالا که دارن پیغمبران خدا رو تکذیب میکنن، دارن حکم خدا رو تکذیب میکنن، وظیفه است. پس آدم نباید بگه آقا اون ور شهر داره فساد میشه، به ما چه، ما این ور شهری. بالای مثلا
پای تختی اتفاقی افتاده، ما مرکز شهری، تو محله ما که خبری نیست، اون محله دیگه دارن فساد میکنن، به ما ربطی نداره. و جا من اقصى المدینه، از یه منطقه دور. این نکته اول. نکته دوم این است که یه نفر بود، رجلون، نگفت بابا یه نفر که حریف یه شهر نمیشه. باش آقا، امیر المومنین فرمود لا تستو هشوفی طریق الهدى لقلت اهله، اگر دیدید جایی حق داره زمین میخوره از تنهایی نترسید. بالاخره شما یه نفر تو اتوبوس باشو بگو موسیقی رو خاموش کن، نمیکشنید که. شما یه نفر بگو خانم حجابت رو رعایت کن، بگو وظیفه است. و جاء من اقصى المدینه رجلون، یه آدم. این خیلی نکته دقیقی است. ما الان تو جامعه بحث امر معروف و نهی از منکرمون دوچار بیتفاوتی شده، دوچار اهمال شده، دوچار سستی شده، اصلا کسی احساس مسئولیت نمیکنه در مقابلش. مثل که مشکلی تو این کشور به نام مشکل فرهنگی وجود نداره، مشکلی به نام حجاب وجود نداره، تمام دغدغه و مشکل این مردم اقتصاده. اقتصاد مهمه، اما قرآن ببینید، اونی که دولت‌ها رو منحط کرد، اونی که خیلی از تمدن‌ها رو مثل قوم سبا رو از هم پاشید، فساد بود بیش از آنی که تمدن‌ها با مشکل اقتصادی سقوط کرده باشند، با مشکل فرهنگی سقوط کرده. اقتصاد اهمیت داره، باید اهمیت داد، باید تشکر کرد از اونایی که برنامه ریزی میکنن، باید هم بگن، اما نه معناش این باشه فرهنگ فدا بشه، نه معناش این باشه هیچ کلامی، هیچ صحبتی. خیلی بده، این خطره. توی هواپیما، تو فرودگاه، شمایی که رفت آمد دارید ببینید چه وضعیتیست از بدحجابی. واقعا زجر آوره، درد آوره. این کشور اسلامی، این نباید وضع فرودگاهش باشه، این نباید وضع منطقه آزادش باشه. منطقه آزاد، منطقه آزاد از حجاب نیست، منطقه آزاد از دین نیست. این نباید وضع هواپیما و فرودگاه و راه آهن و دانشگاهش باشه. برادران، عزیزان، ببینید امر به معروف و نهی از منکر از خود خدا شروع میشه. ان الله یأمر بالعدل والاحسان. اول کسی که امر به معروف و نهی از منکر میکنه سوره نحل آیه 90 نگاه کنید، خود خداست. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربی و ینها. این امر به معروف و نهی از منکر نیست، این آیه. ان الله، خدا، یأمر و ینها، امر میکنه نهی میکنه. وقت بیایید ببینید چقدر روایات، چقدر خدا تو قرآن لعنت کرده. من اینجا نوشتم سوره مائده آیه 78، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود، تا آخر آیه بعضی‌ها رو لعنت کرده. میگه دلیلش اینه، کانوا لا یتناهون عن منکر، چون منکر تو جامعهشون انجام میشد نهی نمی‌کرده. این قرآن باز کنید ببینید، سوره مبارکه مائده آیه 78، قرآن کریم مذمت میکند افرادی رو، میگه لعن الذین کفروا. لعنه یعنی ملعون، ملعونن. چرا؟ کسانی که یکی از ویژگی‌هاشون این است، عصوا، گناه تو جامعه میشه و بعد میفرماید نهی از منکر صورت نمیگیره. این سوره یاسین تا حالا 100 بار شما خواندید، شاید 1000 بار خواندید. چی میخواد بگه این آیه؟ و جاء من اقصى المدینه. در بحث منکر و معروف منطقه ملاک نیست. پایین شهر فساد بشه شما بالا شهر باشی مسئولی، بالا شهر فساد بشه پایین شهر باشی. من اقصى المدینه. یک. دو، رجلون، یه نفر بلند شد آمد و عرض میکنم دفاع کرد، حرف زد. اگر همه ساکت نشستن منکر گسترش پیدا میکنه، اگر همه ساکت نشستن گناهکار تشویق میشه. سومین نکته ای که از این آیه استفاده میشه کلمه یسعاست.
این یعنی تو کار خیر یسعا، بدو بدو. ما عجله تو کار ممنوعه، ولی سبقت و سرعت تو قرآن چند جا بهش امر شده. اونی که به ذهنمه نزدیک 5-6 جا تو قرآن امر شده، سار او سرعت بگیرید، فستبقو سبقت بگیرید. الان میخوان یه جایی کار خیری انجام بشه، اینو نمیگن عجله، میگن سبقت. فستبقو الخیرات، تو کار خیر سبقت بگیرید، بدوید. سریع قرآنه. بهشت خوبه یا بده؟ خوب. آمرزش الهی خوبه یا بده؟ خوب. قرآن بفرماد سارعو الى مغفرت من ربکم و جنه، سرعت بگیرید به آمرزش. امشب توبه کن، نگو فردا. امشب گناه رو همین الان بذار کنار. سارعو، این که گفتن عجله از شیطانه، اون عجله تو کارهای عادی است. تو کار خیر خدا وقتی میخواد حضرت زکریا رو تو قرآن تعریف کنه، حضرت یحیی رو تعریف کنه، وقتی میخواد خانواده زکریای پیغمبر و پسر بزرگوارش یحیی و همسرش و این خانواده رو میخواد معرفی کنه، آخه تو قرآن گاهی بعضی‌ها رو معرفی میکنه به صفاتشون، میفرماید ادریس صدیق بود، اسماعیل صادق الوعد بود، سلیمان اواب بود، ابراهیم اواه بود. وقتی میخواد از حضرت زکریا و یحیی و خانوادهش تو قرآن کریم تعریف کنه، آیه قرآن ببینید، قرآن میفرماید یسارعون فی الخیرات. این خانواده ویژگیشون این بود، به کار خیر سرعت میگرفتن، میدویدن خیر رو پیدا کنن. یسارعون فی الخیرات. این آیه سوره یاسین سه تا نکته ازش استفاده میشه. یک، منطقه نیست توی مسائل دینی، همه مسئولیت دارن، هر کجای زمین گناه بشه انسان مسئولیت داره، و جا من اقصى المدینه. دو، اگه کسی نبود تنهایی باید حرف زد، رجلون، حبیب نجار تنها حرف زد. و سوم، یسعا، باید دوید، باید کوشید، باید سرعت گرفت، نظر انسان کار تمام بشه. تو همین حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، وقتی که خاندان رضاخان خبیث، همسرش، دخترانش بدون حجاب اومدن نشستن توی ایوان حرم حضرت معصومه، یه پیرمرد عصازنان و جاء من اقصى المدینه رجل یسعا، یه پیرمرد عصازنان بلند شد اومد ایستاد جلوی همسر رضاخان، گفت خجالت بکش از حرم حضرت معصومه، برو بیرون، اینجا حرم فاطمه معصومه است، جای بدحجابی نیست، جای بیحجاب وارد شدن و هتک حرمت نیست. کیه اون پیرمرد؟ آیت الله بافقی رضوان الله تعالی علیه، اون مرد بزرگوار، یه نفره، اونی هم که تو حرم نشسته زن شاهه، معلومه بعدش پیامد داره، معلومه بعدش به هر حال خطر داره. خب رضاخان آمد از تهران به قم، بیشرمانه وارد حرم حضرت معصومه شد، این پیرمرد رو زیر کتک گرفت و بعدم تبعیدش کردن به شهر ری، تبعید بود اونجا تا از دنیا رفت. باش، بالاخره حرفشو زد، نذاش اینجا باشن، نذاش تو حرم هتک حرمت کنن. اگر گناه اینی که گفتن تو امر به معروف نهی از منکر اگه ضرر داره نگو، اگه میگینی بگی تو گوشت میزنن، خطری برات پیش میاد، شرایطی که ذکر کردن مال امر به معروف نهی از منکر فردی است. اگه منکر اجتماعی تو جامعه واقع بشه این حرفا نیست. یزید یه منکر اجتماعیه، ضرر چیه؟ علی اصغر هم پاش فدا میشه برای مبارزه با او، امام حسین هم قطعه قطعه میشه، زینب هم اسارت میره، چون یزید یه منکر اجتماعی است، فردی نیست. بله یه کسی نماز نمیخونه، شما بهش میگی اثر نمیکنه، یا اگه بهش میگی تو گوشت میزنه، خودش هم مسئله رو بلده، خب این فرق میکنه قضیهش، هم بلده جاهل نیست.
هم عرض میکنم که اثر روش نمیگذاره، هم ضرر داره برای شما. اما اونی که تو اتوبوس موسیقی روشن میکنه، صدای موسیقی ماشینش تو خیابون مردم آزار میده، بعد حجاب تو فرودگاه و پارک میاد صدها چشم جوان رو به دنبال خودش میکشه، این گناه فردی نیست. این فرق میکنه با اون که موسیقی تو گوشش گذاشته. این فردیه، مال خودش. ما هم نمیدونیم چی داره گوش میده، تجسس هم نمیکنیم، کارش هم نداریم. اما این فرق میکند با یک شبکه‌ای که رسمی تو کشور داره پخش میشه موسیقی حرام پخش کنه. این فرق میکنه با یک فیلمی که داره سراسری پخش میشه ترویج بدحجابی بکنه. این فردی نیست. این فرق میکنه با یک بدآموزی که تو یک عرض میکنم که صحنه رسمی، سریال رسمی نسبت به جوانها باشه، رابطه دختر و پسر رو تو جامعه، رابطه غیر شرعی رو عادی جلوه بده، رابطه غیر شرعی رو حلال جلوه بده. این یه فرهنگ داره القا میکنه، این یه مبنا داره میذاره، این یه بنیان داره ایجاد میکنه. این فرق میکنه. این فردی نیست. اگر سه تا پیغمبر بلند شدن اومدن تو این شهر و جا امن اقصل مدینت رجلون، یک نفر مرد بلند شد، مرد واقعی اینه که قرآن بهش میگه مرد، رجلون، یک نفر بلند شد، یسعا، با شتاب، صبر نکن تا تو بیای به خودت بجنبی، بردن دین تو. یسعا ممکنه همیشه هم فریاد به نتیجه نرسه، کما اینکه این بنده خدا رو کشتن، همین حبیب نجار رو کشتن. عبدالله ابن عفیف تو مجلس ابن زیاد یه تنه بلند شد فریاد زد، و جا من اقصل مدینت رجلون یسعا. خب یه نکته دیگه بگم، خوب دقت کنید این نکته رو. اگر کسی میخواد امر به معروف کنه، نهی از منکر کنه، دفاع از دین کنه، شبهه جواب بده، جلو خطرات وایسه، باید منطقی بیاد جلو. با سر و صدا و با جفسازی نمیشه از دین دفاع کرد. قرآن کریم میفرماید این آقا حبیب نجار 5 تا استدلال کرد برای اینکه چرا من میگم از این پیغمبرا اطاعت کنید و این بتا رو بذارید کنار. خیلی زیباست. سوره یاسین رو امشب باز کنید ببینید. 1، گفت اتبعوا من لا یسألکم اجرا. اولین دلیل امینه، اینا که دنبال مال دنیا نیستن، مگه اومدن کیسه ها شما رو خالی کنن؟ مگه اومدن پولا شما رو بگیرن؟ کدومشون گفته کیسه ما رو پر کن؟ کدومشون گفته پول به ما بدید؟ اینا اولین دلیل حقانیتشون این است که لا یسألکم اجرا، مزد از شما نمیخوان. تمام انبیای الهی هم اینطور بودن. شما قرآن نگاه کنید، همه انبیا یه حرف داشتن، لا اسألکم علیه اجرا. خود پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله، قرآن میفرماید تو هم بگو من اجر نمیخوام، این اجری الا علی الله، من پول از شما مردم نمیخوام. اگرم رسول خدا فرمود اهل بیت منو دوست داشته باشید، این اجر مادی نیست، اجر مالی نیست. یه خط داد به مردم، گفت اگه میخواید تو مسیر مستقیم بمانید، انحراف پیدا نکنید، محبت اهل بیت. اینم به منزله خودش عدم اجر مادی است. 5 تا استدلال کرد حبیب نجار. 1، گفت اینا مال دوست نیستن، دنبال پول نیستن، لا یسألکم اجرا. 2، و هم مهتدون. استدلال دوم من اینه، اینا هدایت شدن. بابا کسی که هدایت شده میتونه مردم رو هدایت کنه یا کسی که گمراهه؟ حضرت زهرا وقتی اومد تو مسجد از امیرالمومنین دفاع کنه همینه فرمود، فرمود افمن یهدی الالحق احق و ان یتبع. ماشین سالم، ماشینی که اهرام محکم داشته باشه،
قدرت داشته باشه 50 کیلومتر 100 کیلومتر ماشین شما رو میکشه میاره، ولی با یه تناب پوسیده با یه ماشین خراب اگه اومدی ماشین دو بکسل کردی 500 بار تنابت پاره میشه، هم خودت میمونی همون بابا رو میذاری. حرف دوم من حبیب نجار اینه، و هم مهتدون، اینا خودشون هدایت شدن، اینا خودشون سالمن، پزشکن، طبیبن، اومدن شما مریضا رو خوب کنن. دلیل سوم، و مالیه لا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون. دلیل سوم من اینه، توحید فطریه، فطرت من میگه خدا یکیه، فطرت من میگه این سنگ به درد نمیخوره، فطرت من میگه عالم با این نظم و نمیتونه دوتا خدا درست کرده باشه. بی نظمی تو عالم نیست، عالم روی حساب گردشش برنامهش، 100 سال دیگه خورشید گرفتگی رو پیش بینی میکنن، 50 سال دیگه ماه گرفتگی رو پیش بینی میکنن، اینقدر این عالم رو نظامه. فطرت من میگه منی که عقل دارم نمیتونه یه بی عقل منو درست کرده باشه، منی که زندم نمیتونه یه مرده منو درست کرده باشه، منی که میفهمم نمیتونه یه چیزی که نمیفهمه منو ایجاد کرده باشه. اگه شما یه استاد، یه دانشجوی پزشکی، یه دانشجوی رشته مهندسی به شما گفت تمام استادا ما بی سواده، همه رو از سر چهار راه آوردن کارگرن، باور میکنید؟ میگه برو آقا خدا پدرتو بیام، تو پزشکی میخونی استادات کارگرن؟ نه، حتما استادای تو پزشکن. من حیم، کجا خالق من چوبه؟ من متکلمم، خالق منم باید متکلم باشه. من علم کسب میکنم، مگه میشه این علم رو کسی به من داده که خودش عالم نباشه؟ هو السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. سومین دلیل من اینه، مالی لا اعبد الذی فطرنی، چرا خدا نپرستم؟ اشکال خدا پرستیدن چیه؟ مشکلش چیه؟ دلیل چهارم، و الیه ترجعون، بابا یه قیامتیه، ترجعون برمیگردید به قیامت، باید جواب بدید، نگید به این سه تا پیغمبر شما دروغ میگید، نگید شما بد قدمید، نگید میزنیمتون، تهدید نکنید، همه اعمالتون روز قیامت مجسم میشه. الیه ترجعون. این 4 تا دلیل. دلیل پنجم من اینه، اگه الان یه بلایی بخواد سر من بیاد، حبیب نجار داره میگه، یکی بخواد منو بزنه، یکی بخواد به من یه ضرری بزنه، کدوم یکی از این بوتا میتونه از من دفاع کن؟ اتخذ من دونهی آلهه، من یه بوتی بپرستم؟ ان یردن الرحمن بزرن، اگه قرارشه یه ضرر به من برسه، لا تقن عنی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون، این بت نمیتونه شفاعت منو کنه، نمیتونه منو نجات بده. اگه سیل الان بیاد، این بت میتونه جلوشو بگیره؟ بیماری بیاد، این بت؟ یعنی جناب حبیب نجار 5 تا استدلال قشنگ آورد. اول گفت اینا موز نمیخوان، بعد گفت اینا هدایت شدن، بعد گفت فطرتم میگه خدا، بعد گفت قیامت، بعدم گفت بابا این بوتا کار ازشون نمیاد. ان یردن الرحمن بزر، اگه خدا بخواد مثلا یه ضرر به من برسه، من الان بیمیرم یا مریضی بگیرم یا سیلی بیاد یا زلزله‌ای بیاد، لا تقن عنی شفاعتهم، شفاعت این بوتها به درد من نمیخوره، اصلا نمیتونن شفاعت کنن. ولا ينقذون، انی اذن لفی زلال مبین، من اگه قرارشه بت پرستی کنم گمراهم، اونم گمراهی آشکار. به 5 دلیل، انی آمنت بربکم، این نتیجه است، انی آمنت بربکم فاسمعون، من ایمان آوردم شما هم ایمان بیارید. خب
حالا کسی مرض نداشته باشه، سالم باشه، از این قشنگتر میشه حرف. ولی گوش نکردن که ریختن سرش، انقدر زدنش زیر دست و پا خفه شد و شهید شد. این 3-4 تا آیه‌ای که امشب عرض کردم خلاصش این بود. از این آیات استفاده میشه باید تو امر به معروف شتاب کرد، باید تلاش کرد، نباید تو مسیر حق از تنهایی ترسید. رجلون یسعا، البته بایدم استدلالی کار کرد، شلوغش نکرد، عربده کشی و غداره بندی نکرد، نه، بیاید با دلیل من برای شما حرف بزنم. خواهر من حجاب داشته باشی این اثرشه، برادر من اهل نماز باشی این اثرشه. خود خدا تو قرآن ببینید هر کجا میخواد یک تذکری بده راجع به کارهای خوب یا ترک کارهای زشت اثرشو میگه. میفرماید روزه بگیرید لعلکم تتقو، میفرماید مال یتیم نخورید فی بطونکم نار، حرام خوری میشه. ربا نخورید چون ربا از بین میره، رباخور نابود میشه. صدقه بدید چون صدقه افزایش پیدا میکنه. دلیلشو میگه. یکی از روشهای قرآن است که آثار و پیامدهای اعمال خوب و بد رو بیان میکنه تو همین دنیا. من و شما اگر میخواییم به بدحجاب، به کسی که چون بسیاری از اینها دلهای پاکی دارن، بسیاری از اینها فرهنگ خانوادگیشون اینه، بسیاری از اینها گاهی اهل نمازن، اهل گوش کردن به سخنرانی هن، چون مکرر گاهی پیش ما میان تو شهرها ما رو میبینن بدحجاب هم هست، بله میگه با سخنرانی ها شما رو گوش میده، پس معلومه با دین دعوا نداره، با میگه ما اهل نمازیم، روزه مستحبی میگیریم، منتها شاکله خانوادگی اینطور باراورده که این با این مانتو بیاد بیرون، با این دستان سرشو بپوشونه بقیه موهاش بیرون باشه، اینطور باراورده. این رو باید اصلاح کرد که خواهر من دین یه لوازمی داره، یه لازمش هم پوشوندن خودت. من نمیگم برای تو خطره، ولی برای اون جوانی که تو رو میبینه به فساد میفته تو خطر ایجاد میکنی. شاید تو هیچ وقتم به خطر نیفتی، اما اون جوانی که با نگاه به تو میره به خود ارضایی میفته، به فساد جنسی میفته، گرفتار معصیت میشه، خب تو مسئولی پیش خدا. این نکته ایست که باید یه روش خوب، شیوه خوب، قانونمند، مسئولین دولتی، بزرگان ما، علمای ما، یه نهضتی در کشور ما لازم است در مسائل فرهنگی صورت بگیره، و الا ما از نایه فرهنگ لطمه میخوریم. رها شده مسائل فرهنگی در کشور و این یک خطر است. گاهی در موج سیاسی و گاهی در موج اقتصادی، این چیزیه که دشمن دنبالش. من نمیگم سیاست و اقتصاد نه، باید باشه جفتش، ولی در فراز و نشیب‌های سیاسی و در فراز و نشیب‌های اقتصادی حواس باید جمع بشه، مسائل فرهنگی گم نشه، فراموش نشه. ما قبل از آنی که بگردیم گرایش این جوان چیه، از کی دفاع میکنه، برای کی فریاد میزنه، ببینیم فرهنگش چیه، دینش چیه، حجابش چیه، اعتقاداتش چیه. اینها نکاتی است که باید روش اهمیت داده بشه. امیدواریم خداوند به همه ما و شما توفیق عمل به دستورات نورانی و معارف بلند قرآن کریم رو عنایت بفرماید. سلامی هم عرض کنیم به پیشگاه ابا عبدالله علیه السلام، شخصیتی که شهید راه قرآن بود و همواره قرآن بر لب او ترنم مترنم بود و همواره با قرآن بود و در کنار قرآن بود. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. یکی از مصادیق دفاع از دین ابا عبدالله علیه السلام است.
و جاء من اقصى المدینه رجل یسعى، از مدینه حرکت کرد به اتفاق خانواده به مکه، از مکه به کربلا، با اینکه تعداد نفراتشون در مقابل لشکر دشمن اندک است، خانواده‌ای در مقابل لشکر است، اما برای دفاع از دین خدا همه ی هستی خود رو داد، تا آخرین لحظه تبلیغ کرد. بالغ فی النصیحه. شما خطبه های ابا عبدالله رو نگاه کنید روز عاشورا، استدلال کرد از راه معاد، از راه توحید، از راه رسالت پیغمبر، از راه تحریک عواطف، به هر شکلی که تونست ابا عبدالله روز عاشورا سخن گفت. گاهی میفرمود چرا با من میجنگید؟ من چه کردم؟ سنت خدا رو تغییر دادم، دین خدا رو زیر پا گذاشتم. گاهی میفرمود این امامه پیغمبر رو سر منه، این شمشیر پیغمبر پیش منه. گاهی میفرمود اگر منو قبول ندارید از اصحاب بپرسید، بعضی از اصحاب زندن، ابا سعید، جابر ابن عبدالله، انس، از اینا بپرسید پیغمبر درباره من چی فرمود. اما همونطور که از این سوره استفاده کردیم، حبیب نجار این همه نصیحت کرد، او رو شهید کردند. ابا عبدالله هم هر چه روز عاشورا فریاد زد، پاسخ مردم آخرین لحظات سنگی بود که به پیشانی مقدس ابا عبدالله آمد. کربلا با یک تیر آغاز شد، با یک تیر هم تمام شد. تیری که کربلا باش آغاز شد، جنگ در کربلا و حادثه کربلا، تیری بود که عمر سعد به طرف خیمه های ابا عبدالله شلیک کرد، گفت شاهد باشید اول تیر رو من زدم. اما تیری که آخرین تیر بود و حادثه کربلا با اون خاتمه یافت، تیری بود که به قلب مقدس ابا عبدالله، تیر سه شعبه. نمیدانم چه کرد، اما همینقدر میدانم وقتی این تیر به قلب خورد، دیگه ابا عبدالله روی اسب طاقت نیاورد، ذوالجناح هم نتوانست امام رو نگه دارد، نه سید الشهدا بر قتال طاقت داشت، دیگه نه ابا عبدالله توان جنگ داشت، نه ذوالجناح دیگه میتونست امام رو حمل کنه. اینجا بود وقع علی الارض، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. به عظمت ابا عبدالله قسمت میدیم خدایا در ظهور امام زمان تعجیل بفرما، عاقبت ما و خاندان ما رو ختم به خیر بگردان، فرزندان ما، اولاد ما، جوانهای ما مؤمن متدین قرار بده.